مالزی در این کشور آسیایی احکام اعدام برای جرایم تروریستی گروگانگیری سرقت مسلحانه داشتن اسلحه غیرمجاز و همچنین داشتن و پخش مواد مخدر صادر میشوند در مالزی حتی داشتن دیویست گرم ماریجوانا هم میتواند برای صدور حکم اعدام کافی باشد س نوامبر 2013 میلادی وزیر کشور مالزی اعلام کرد 75 نفر در زندان‌های این کشور در انتظار اجرای حکم اعدامشان هستند. از 1990 تا 2011 میلادی سر 441 نفر در مالزی بالای دار رفت. البته سخنگوی دولت مالزی اخیرا اعلام کرد که طرح حذف مجازات اعدام در دستور کار دولت قرار دارد. بیش از یک ایرانی نیز در زندانهای مالزی به سر می برند. طبق آخرین آمار، 88 نفر از آنها به جرم قاچاق مواد مخدر حکم ادام دریافت کردند. برونه ای. در برونه ای که سلطان آنگو یا ثروتمندترین مرد آسیا است برای قتل عمد، نگهداری اسلحه و مواد منفجره، قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه خیانت، تروریسم و شهادت دروغی که باعث صدور حکم مرگ برای بیگناهی بشود، احکام اعدام صادر می شود. 13 اکتبر 2013 حدود اسلامی هم وارد قوانین کیفری این سلطان نشین شد. سلطان برونی حسن البلخیا سلطان اعلام کرد که این حدود به صورت مرحله به اجرا در خواهند آمد مثلا حکم سنگسار برای زنا از اول سال 2015 وارد مرحله اجرایی شد در برونه ای تنها 67 درصد جمعیت پیرو اسلام است. بقیه مسیحی یا بودایی هستند. برونه ای تنها کشور مسلمان آسیای شرقی است که شریعت اسلام را وارد قوانین جزاییش کرده است. اندونزی اندونزی بزرگترین کشور اسلامی جهان است. در این کشور حکم ادام برای جرایمی چون تروریسم، قتل عمد، جاسوسی و داشتن اسلحه غیرمجاز صادر می شود. در اندونزی برای کسانی که به اتهام جرایم مالی سنگین و دزدی از بیت المال دستگیر شده باشند در صورت اثبات جرم دادگاه می تواند حکم اعدام صادر کند البته این ماده از قانون ای هم دارد این جرایم تنها در زمان بحران اقتصادی حکمشان اعدام است در اندونزی احکام اعدام با تیرباران به اجرا گذارده می شوند آخرین احکام اعدام در اندونزی که اعتراض بایکیمون دبیر کل سازمان ملل را نیز برانگیختند 28 آوریل امسال به اجرا گذارده شدند. هفت شهروند خارجی و یک اندونزیایی که همگی متهم به قاچاق مواد مخدر بودند، تیرباران شدند. این اعدامها اعتراض گسترده بخش های از جامعه اندونزی را به دنبال داشت که خواهان حذف مجازات اعدام بودند. در اندونزی مجازات اعدام در ملعه عام غیرقانونی است. و تمام احکام اعدام به صورت خودکار از سوی دادگاه با تقاضای اف برای رئیس جمهور فرستاده می شوند. در هشت سال ریاست جمهوریش سوسیلو بامبوم تویونو تنها زیر 19 تقاضای اف از 126 تقاضایی که برایش ارسال شده بود امضای خود را گذاشت. در این هشت سال 20 حکم اعدام به اجرا گذارده شد. در حالی که در دوران دو رئیس جمهور قبلی تنها چهار نفر اعدام شده بودند. جزایر کمور در این جزایر که در سال 1975 استقلال خود را از فرانسه به دست آوردند قوانین جزایی و کیفری مخلوطی از شریعت اسلامی و قوانین فرانسوی هستند در جزایر کمور از روز استقلال تا سال 1996 مجازات اعدام به تعلیق در آمده بود ولی در این سال مجددا دادگاهها شروع به صدور احکام اعدام کردند سال گذشته دولت طرح بازنگری در قوانین کیفری را روانه مجلس کرد در این طرح که هنوز در دستور کار قانونگذاران قرار نگرفته است دولت پیشنهاد حذف مجازات اعدام را داده است مالدیو تا 27 آوریل 2014 صدور احکام اعدام و اجرای احکام صادر شده به تعلیق در آمده بود در این تاریخ پارلمان این کشور از قوه قضایی خواست صدور احکام اعدام را از سر گیرند. آنچه نگران کننده است حداقل سن برای صدور احکام اعدام است. در مالدیو می توان برای کودکان ده سال به بالا حکم اعدام صادر کرد اگرچه اجرای حکم تا 18 همین سال قابل اجرا نیست. رئیس جمهور مالدیو عبدالله یمین عبدالقلیون در تایید تصمیم پارلمان مبنی بر بازگیری صدور مجازات اعدام گفت بر مبنای حکم خدا پاسخ مرگ, مرگ است.